فصل اول شامل چهار قسمته: الگو و دنباله، دنباله حسابی یا عددی، دنباله هندسی و نزدیک شدن جملات دنباله به یک عدد. در این قسمت فقط با بخش اول یعنی الگو و دنباله کار داریم. میخوام تعریفی داشته باشیم، ببینیم دنباله یعنی چی، مفهوم دنباله چیه، مفهوم جمله عمومی چیه. خب دقت بکنیم، همونطور که از اسمش پیداست، دنباله یعنی دنبال کردن تعدادی از اعداد یا رشته ای از اعداد که پشت سر هم نوشته میشن و میگن یک دنباله. مثل چی؟ مثل مجموعه اعداد طبیعی، 1, 2, 3, 4, 5 تا الاخر. پس این یک دنباله ای از اعداد هست. ها دقت بکنیم، تعریف بدین صورته. به هر تعدادی از اعداد که آنها رو پشت سر هم نوشته باشیم یک دنباله از اعداد میگوییم، مانند مجموعه اعداد طبیعی. خب حالا این تذکر رو بچه ها دقت بکنید، همون اعداد طبیعی رو تو ذهنتون بنویسید، 1, 2, 3, 4, 5 تا الاخر. عدد 1 در واقع جمله اول منه، عدد 2 در واقع جمله دوم منه. به عنوان مثال عدد 7 جمله هفتم منه. پس میگیم چی؟ به هر عدد که در یک دنباله قرار گرفته است یک جمله آن دنباله مینامم. مثلا در مجموعه اعداد طبیعی عدد 4 جمله چندمه؟ جمله چهارم من هست. خب حالا دقت بکنید، در این قسمت میخوایم جمله عمومی رو تعریف کنیم یا در واقع فرمول کلی رو تعریف کنیم. ولی تا همینجا تو ذهنتون بمونه، یادتون باشه جمله عمومی یا فرمول کلی رو معمولا یا با IN، BN، UN یا هر چیز دیگه ای، فقط حواسمون باشه اندیس باید N باشه. چرا؟ چون دنباله در اعداد طبیعی تعریف میشه. خب اعداد طبیعی رو با چی نشون میدادیم؟ با N. از چند شروع میشد؟ از 1 تا الی آخر. حالا دقت بکنیم، بیایم اعداد طبیعی رو اینطور بگیم. من میگم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا الاخر. این اعداد هم اعداد فرد داخلش هست، هم اعداد زوج داخلش هست. خب اعداد فرد مثل چی؟ 1, 3, 5, 7 تا الاخر. حالا سوال من اینه، آیا میتونیم برای اعداد فرد یک فرمول کلی پیدا بکنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ خب من میگم اون فرمول کلی 2N منهای 1. چرا؟ N عضو اعداد طبیعیه. از چند شروع میشد؟ آفرین، از 1. 2 یکی 2 تا، منهای 1 1، 2 دو تا 4 تا، منهای 1 3، 2 3 تا 6 تا، منهای 1 5 تا الاخر. پس من برای اینکه بخوام اعداد فرد رو جلوشو بگیرم دیگه ننویسم، از یک فرمول کلی استفاده میکنم و اون فرمول کلی همون 2N منهای 1 که ما به این 2N منهای 1 میگیم جمله عمومی. حالا قسمت بعدی رو ببینیم، میخوام روی اعداد طبیعی زوج بحث بکنیم. مثل چی؟ 2, 4, 6 تا الاخر. خب بچه ها چه نتیجه میگیریم؟ 2 ضرب در 2 = 4، 2 ضرب در 3 = 6. یعنی چی؟ یعنی اینا مضرب های 2 هستن. پس اعداد طبیعی زوج ما با 2N نمایش بده. پس فرمول کلی و جمله عمومی این عدد یا این اعداد در واقع میشه همون چی؟ همون 2N. حالا اگر بیام اینا رو با هم ترکیب بکنیم چی میشه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا N چی میشه بچه؟ در واقع میشه همون خود اعداد طبیعی که آخرش به چی ختم شد؟ به N. حالا جلوتر که بریم میگم بهتون که جمله عمومی این چی هست. خب حالا دقت بکنیم، در بخش اول در واقع به ما
چند تا عدد میدن. میخوایم برای این اعداد یک فرمول کلی پیدا بکنیم، ببینیم آیا این اعداد که پشت سر هم نوشته شدن فرمول کلی یا جمله عمومی داره یا نداره. اگه داره به چه صورت باید محاسبه بشه. خب سال 1، 7 14 21. خب نظرتون چیه؟ 7 که 7 هیچ، 7 ضرب در 2 میشه چند؟ 14. 7 ضرب در 3 چند میشه؟ 21. خب میگیم چی؟ میگه این مضرب های 7ه. پس من میتونم اینطوری بنویسم، به جای 7 بنویسم 7 ضرب در 1، به جای 14 بنویسم 7 ضرب در 2، و به جای 21 بنویسم 7 ضرب در 3. خب دقت کنید بچه ها، عدد 7 ثابته، 7 7 7 باش کاری نداریم، 7 7 7 کاری باش نداریم، ثابته. اما اینجا چی اومده؟ 1 اومده، بعد چی اومده؟ 2 اومده، بعد چی اومده؟ 3 اومده. آیا این همون اعداد طبیعی نبودن؟ آخرش به چی ختم میشد؟ به n. آفرین. پس من به 7 کاری ندارم. پس جواب چند میشه؟ میشه 7n. اگر به n 1 بدید، 7 1 7 همون 7 میشه. اگر به n 2 بدم، 7 ضرب در 2 در واقع میشه 14. و در آخر 7 ضرب در 3 چند میشه؟ 21. تا الی آخر ما این عدد رو بریم جلو. پس برای این اعداد من تونستم یک فرمول کلی پیدا کنم. پس جمله عمومی این اعداد همون 7n. حالا سوال بعدی، 1/2، 1/6، 1/12 تا الی آخر. خب اون چیزی که پیداست اینه که صورت برای همه 1. پس من اصلا با صورت کاری ندارم. بیایم تو مخرج. اولی چنده؟ 2. بعدی 6. بعدی 12. من میتونم به جای 6 بنویسم 2 ضرب در 3؟ میتونم به جای 12 بنویسم 3 ضرب در 4؟ پس میتونم به جای 2 هم بنویسم 1 ضرب در 2. دقت کنید بچه ها، 1 عضو خنسا یا عضو بی اثر در ضربه. مثل چی؟ در جمع عضو خنسا چیه؟ صفره. صفر با هرچی جمع شه فرق نمی کنه. یک هم به همین صورت در هرچی ضرب شه خودش میشه. پس من میتونم به جای 2 بنویسم 1 ضرب در 2، به جای 6 2 ضرب در 3، به جای 12 3 ضرب در 4. خب حالا دقت بکنید، صورت که 1 کاری باش نداریم، میام تو مخرج. مخرج حاصل ضرب 2 تا عبارت متوالیه 1 2 2 3 3 4. پس جمله عمومیش صورت که 1 شد، مخرج میشه n در n به علاوه 1. حالا امتحان بکنید. گفتم که n عضو چیه؟ اعداد طبیعی. آفرین. از چند شروع میشه؟ از 1 شروع میشه. خب بنابراین من میخوام به n 1 بدم، این میشه 1. 1 با 1 میشه 2، میشه 1 ضرب در 2. میخوام به n بدم چی؟ 2. این میشه 2، 2 به علاوه 1 3، میشه 2 ضرب در 3. تا الاخر اینطوری هم میتونی بگی. دقت کن، اول چنده؟ 1، بعد اینجا 2، بعد اینجا 3، بعدی 4. پس میگم 1 2 3 4 همون اعداد طبیعیه. با چی نمایش میدیم؟ با n. اما اعداد بعدی یک واحد رفته جلو. خب حالا بیایم سوال بعدی، 1/2، 1/2، 3/8، 4/16. خب بچه اینو چی کار کنید؟ دقت بکنید، صورت اولی 1، دوباره صورت بعدی شده 1، اما بعدی شده 3، بعدی شده 4. اگر یک کاری بکنم، من به جای این 1 عدد 2 رو قرار بدم، صورت یه شکل و شمایلی پیدا میکنه، 1 2 3 4. پس میام این قسمت رو عوض میکنم. دقت کنید، اولی که همون 1/2، باش کاری نداریم، اما به جای 1/2 میذارم 2/4، که اگر ساده بکنم باز همون 1/2ه، با بقیه هم کاری نداریم. خب بچه فقط به صورت دقت کنیم. صورت چی داریم؟
آفرین، عدد طبیعی هن، 1, 2, 3, 4 تا الاخر. با چی نمایش میدادیم؟ با n. مخرج چی؟ 2. بعد شده چند؟ 4. بعد 8. بعد 16. دقت کنید، 2 به توان 2 4، 2 به توان 3 8، 2 به توان 4 16. پس بدین صورت می نویسم، صورت 1, 2, 3, 4 همون n هست و مخرج رو می نویسم 2 به توان n. حالا امتحانش کن، به n 1 بده. اگر 1 بدیم، 1 2 به توان 1 میشه 2، جواب چند میشه؟ 1/2. حالا 2 بده، 2 2 به توان 2 4، 3 بده، 3 2 به توان 3 8 تا الی آخر. پس در واقع n تقسیم بر 2 به توان n جمله عمومی این دنباله ماست. خب حالا سال بعدی، 6 18 30 42 تا الی آخر. خب بچه اینو چیکار کنم؟ دقت بکنید، من میتونم به جای 18 بنویسم 6 ضرب در 3، به جای 30 بنویسم 6 ضرب در 5، و به طریق مشابه به جای 42 بنویسم 6 ضرب در 7. بدین صورت، خب به جای 6 مینویسم 6 ضرب در 1. گفتم یک عضو خنثاست یا بی اثر، فرقی نمیکنه باشه یا نباشه، ولی قرار میدیم تا بتونیم بهتر جمله عمومی رو پیدا کنیم. خب به جای 18 میذارم 6 ضرب در 3، به جای 30 6 ضرب در 5، و به جای 42 6 ضرب در 7. خب اون چیزی که مشخصه 6 ثابته، ولی داخل پرانتز رو نگاه کن، 1 3 5 7، این چیه؟ این اعداد طبیعی فرده که قبلا گفتم جمله عمومیش چی میشد؟ 2n-1. پس من با 6 کاری ندارم، داخل پرانتز رو به صورت 2n-1 می‌نویسم. حالا خودتون میتونید به n 1 بدید، 2 بدید، 3 بدید و اینو امتحان کنید و بدونید که حتما جواب همین خواهد شد.